برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان برام بیشتر بگو از این گزارش جدید مؤسسه آلما. بله، خب من اول میخوام بگم که این مؤسسه آلما چی هست. اصلا مؤسسه آلما یک مؤسسه تحقیقاتی هست در اسرائیل که تمرکزش در واقع بر تهدیداتی است که از شمال اسرائیل رو تهدید میکنه، یعنی از سوریه و همچنین حزب الله لبنان. در این گزارش جدیدی که آلما منتشر کرده میگه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که در واقع کنترل بکنه بخش‌های کلیدی از تأسیسات تولیدات نظامی در سوریه رو، از جمله تأسیساتی که در اونها تسلیحات شیمیایی تولید میشه و شده. باید گفت که سوریه قرار بود بر اساس توافقی که کرد بعد از اینکه تسلیحات شیمیایی رو علیه مردم خودش به کار برد، تمام این تأسیساتی رو که تولید به تسلیحات شیمیایی دارن نابود بکنه و تعطیل بکنه، اما آلمان میگه که این اتفاق نیفتاده و همچنان این تأسیسات دارن به کار خودشون ادامه میدن. به گفته آلمان جمهوری اسلامی تمرکزش رو در حال حاضر بر این گذاشته که در سوریه موشک‌های دقیق، راکت و همچنین پهپادهای تهاجمی تولید بکنه. دلیلش هم این هست که بسیاری از محموله‌های تسلیحاتی مانند موشک‌های دقیق که جمهوری اسلامی سعی کرده بود از طریق سوریه به دست حزب الله لبنان برسه، توسط به گفته رسانه‌های خارجی توسط اسرائیل هدف قرار گرفته بود و نابود شده بود. در بخش دیگه از این گزارش به احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط سوریه یا حزب الله لبنان در جنگ‌های آینده با اسرائیل پرداخته. همونطوری که گفتی این گزارش میگه که احتمالاً یک سری موشک‌ها و راکت‌های مجهز به کلاهک شیمیایی در یکی از همین مراکز مرتبط با مرکز تحقیقات علمی در واقع سرس، به مخفف سرس در سوریه، در شهر مسیاف برای حزب الله انبار شده که اگر زمانی فرمان دریافت شد بتونن اون رو فوراً به برای حزب الله به لبنان منتقل بکنن. یکی از هشدارهایی که مؤسسه آلما داده این هست که اگر که حزب الله تصمیم بگیره که از این سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه، یک فاجعه مانند فاجعه انفجار مخزن آمونیوم در بندر بیروت 3 سال پیش میتونه رخ بده. و همچنین مؤسسه آلما میگه در جنگ آینده به احتمال فراوان اسرائیل فوراً تمام این در واقع انبارها رو چه در سوریه باشن و چه در لبنان هدف قرار خواهد داد. همکارم اشکان صفایی از حیفا، ممنونم.